در خط خبرها. احضار سفیر عربستان در دانمارک پس از بازداشت سه عضو گروه الاهواز به اتهام فعالیت تروریستی در ایران. دستگاه اطلاعاتی سعودی به همکاری با آنها متهم شد. 5 ماه بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در تهران، ایران میگوید حاضر است جعبه های سیاه را به فرانسه بفرستد. مرگ یک کارگر در میدان نفتی خوزستان، همکارانش میگویند به خاطر مشکلات مالی خودکشی کرد. و مانع اجرای توافق صلح در افغانستان از زبان فرمانده نظامیان آمریکایی، ژنرال مکنزی میگوید طالبان هنوز شرایط خروج آنها را فراهم نکرده. سلام به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در پی بازداشت سه عضو گروه جدایی طلب عرب که در ایران فعال است، وزارت خارجه دانمارک سفیر عربستان را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سه نفر اعضای گروه موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی الاهواز هستند و به اتهام تامین مالی و ترویج تروریسم در ایران تحت پیگرد قرار گرفتند. آنها حدود 4 ماه پیش بازداشت شدند. سازمان اطلاعاتی دانمارک میگوید متهم سالها برای دستگاه اطلاعاتی عربستان جاسوسی می‌کردند. برای صحبت بیشتر در این باره کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از شهر یوواسکول در فنلاند با ما هستن. آقای فقوری، آقای قفوری، بیشتر در مورد این عضو گروه جدایی طلب عرب به ما بگید و اینکه چطور شده که الان در دانمارک بازداشت شدن. همش برمیگرده به اینکه از سال 2018 این مسئله البته رو شد، از یک طرف ایران، از یک طرف عربستان سعودی. در واقع بعد از حمله سال 2018 به رژه اهواز که عده‌ای از شهروندان ایرانی در آنجا کشته شدند، اطلاع داده شد به سرویس‌های امنیتی شمال اروپا که جمهوری اسلامی می‌خواد یک اقدام تلافی جویانه بکنه اونجا. در این راستا اتفاقی که افتاد این بود که اواخر سپتامبر سال 2018 ناگهان راه بین سوئد و دانمارک رو بستند، یک عملیات بسیار گسترده انجام دادن برای اینکه یک خودروی ولوو وی 90 رو بگیرند. این خودرو بازداشت شد، خودروی ولوو، ولی ربطی نداشت به هیچ عملیاتی. برای همین اون طرحی که پی ای تی، اداره امنیت و اطلاعات دانمارک، و همکارانش مثل سپاه سوئد و سپاه فنلاند داشتن مجبور شد که زودتر اجرا بشه. در این راستا بازداشت هایی شد بعدن، هم شهروندان ایرانی و هم اعضای این گروه عرب اهوازی بازداشت شدند. ابتدا یک شهروند ایرانی که از ایران برمیگشت، این شهروند ایرانی تابعیت نروژ رو هم داره، در فرودگاه گوتنبرگ ماه اکتبر سال 2018 بازداشت شد و متهم شد به طرح ترور همین سران همین جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز که باعث تیره شدن روابط کشورهای نوردیک به ویژه دانمارک و هلند هم شد با ایران. در موازات با اون، همین سرویس‌های امنیتی کشورهای نوردیک عده‌ای از اعضای این گروه جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز رو به اتهام جاسوسی حالا برای عربستان سعودی بازداشت کردند و گفتند که اینها از سال 2012 متهم هستند که یک سری از اطلاعات ویژه رو در مورد ایران ارائه می‌کردند به عربستان سعودی. در واقع انگار یک چیزی به سبک جنگ سرد که بین آمریکا و شوروی در جریان بود، بین عربستان سعودی و ایران. اما در خاک اروپا، چیزی که وزرای خارجه کشورهای نوردیک در یک کنفرانس در سال 2019 گفتند، به هیچ وجه این رو تحمل نخواهند کرد و به هر دو کشور هشدار خواهند داد. همزمان با اینکه اون شهروندی که الان نمیتونیم اسمش رو ببریم، اسمش فاش شده در جاهایی ولی نمیتونیم اسمش رو ببریم طبق قانون به خاطر اینکه اتهاماتش رو رد کرده، اون شهروند ایرانی نروژی، همزمان با محاکمه اون، این افراد هم متهم شدن. به نظر میرسه که یک عملیات گسترده رو سیستم های امنیتی کشورهای نوردیک علیه برای در واقع سرکوب هر دو شبکه به دست گرفتن و تا اینجا رسوند. آیا ممکنه که تا یک مقطعی این کشورها خودشون هم به نوعی حمایت میکردن از فعالیت های اینها بدون اینکه بدونن دقیقا چه کاری اینا دارن میکنن؟
ببینید، تردید تقریبا ندارن سیستم های امنیتی که کشورهای مثل ایران و عربستان سعودی سلول های خفته ای دارند در بسیاری از جاهای دنیا از جمله در اروپا. این سلول های خفته خب کارهای متفاوتی انجام میدن. یکی از اون کارهاشون این هست که تبادلات مثلا مالی و بانکی انجام میدن به نفع کشوری که براش کار میکنن. یکی دیگه تبادل های اطلاعاتی است که انجام میدن. برای مثال شهروندان این کشورها یا کسانی که میان میخرنشون بعضا به یک سری عملیاتی دست دادن تا الان در خاک اروپا، یا متهم هستند که دست دادن در دهه های اخیر، به خصوص این رو در دهه های بعد از پیروزی انقلاب ایران داشتیم، دهه های 1980 و 1990 که ترورهایی در خاک اروپا انجام شد. میدونیم که جمهوری اسلامی متهم است در مواردی مثل دادگاه میکنوس که مستقیم روی اینها، روی در واقع کسانی که عامل قتل بودند، عامل ترورها بودند، متهم است که روی اینها نفوذ داشته، بهشون دستور داده. به همین صورت هم عربستان سعودی متهم است که مستقیما دخالت کرده و مخصوصا اینها رو تأمین مالی کرده. حالا اون چیزی که اینجا گفته میشه در شمال اروپا این است که دادستان ها مدارک متقنی دارند از ارتباط این افراد با کشورهایی که گفتم. میدونیم که اینجا در شمال اروپا به راحتی نمیشه افرادی رو در بازداشت طولانی مدت نگه داشت. گفته میشه که این مدارک متقن به در دادگاه ها مورد استناد قرار خواهد گرفت. متشکرم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از شهر یوسکولا در فنلاند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده ایران حاضر است تحت شرایطی جعبه های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین را که حدود 5 ماه پیش در نزدیکی تهران سقوط کرد به فرانسه بفرستد. این هواپیما هدف 2 موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. ایران تا به حال از تحویل دادن جعبه های سیاه هواپیما خودداری کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی 2 روز بعد از سقوط هواپیما در این فیلم تلویزیون ایران، وقتی که مقام های این کشور هدف قرار دادن هواپیما را تکذیب میکردند. قویاً برخورد هر گونه موشک را با این هواپیما تکذیب کرد. ایران که توانایی خواندن این جعبه ها را ندارد، دیروز بعد از 5 ماه خودداری از تحویل آن به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو گفته است که حاضر است آن را به فرانسه بفرستد. تحت شرایطی بعضی از مکاتباتی را انجام دادیم که نیاز نیست در این مرحله در دسترس مطبوعات و عموم قرار بگیره، ولی دیدیم متاسفانه کشورهای مقابل رعایت نکردند و اینها رو به روزنامه ها کشوندن و حتی به روزنامه های معاند جمهوری اسلامی ایران کشیدن. لذا فکر میکنیم که برای ارسال جعبه های سیاه و همچنین در مورد بحث خسارت که ما آمادگی پرداخت خسارت رو هم داریم، هیچ مشکلی نداریم و آمادگی رسیدگی به کیفری هم داریم، هیچ جرایم کیفری هم داریم، مشکلی نیست، اونم داره انجام میشه. ما باید یک اطمینانی پیدا کنیم که بتونیم این جعبه های سیاه رو در اختیار دیگران که توانایی خواندنشو دارن بدن. هواپیمای اوکراینی پرواز 752 کمی بیش از 5 ماه پیش در نزدیکی تهران هدف 2 راکت نیروهای دفاعی ایران قرار گرفت و سقوط کرد. همه 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. اوکراین و کشورهای دیگری که اتباعشان در این حادثه کشته شدند بارها از ایران به علت عدم همکاری، مخفی کاری و از میان بردن شواهد و نفرستادن جعبه های سیاه به خارج شکایت کردند. ایران تنها همین چند روز پیش اعلام کرد که 6 نفر را به اتهام هدف قرار دادن اشتباهی این هواپیما دستگیر کرده است، اگرچه جزئیات نقش آنها را در این واقعه نداده است. تا کنون 6 نفر از عوامل زیربط بازداشت شدند که در روزهای اخیر 3 نفر از متهمین بازداشت شده با قرار تامین آزاد شدند. 3 نفر دیگه کماکان در بازداشت هستند و خود تداوم بازداشت این افراد با گذشت قریب به 6 ماه از بعد وقوع حادثه بیانگر اهتمام و جدیت و قاطعیت مراجع قضایی ما در رسیدگی به این پرونده است.
138 نفر از مسافران هواپیما عازم کانادا بودند. خیلی از آنها جوانان دانشجوی ایرانی و ایرانی کانادایی. خانواده های آنها در کانادا میگویند ایران به دنبال وقت کشی است. اوکراین چند روز پیش به ایکائو شکایت برده بود که تعلل ایران در همکاری با اوکراین و نفرستادن جعبه های سیاه بی احترامی به کشته شدگان و خانواده های آنهاست. کسرانجی بی بی سی. تظاهرات ضد نژادپرستی در سراسر جهان بعد از خاکسپاری جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی که به دست پلیس کشته شد، آرام‌تر از روزهای گذشته شده. اما هنوز در بسیاری از نقاط مردم خشم و اعتراض خود علیه تبعیض نژادی را با پایین کشیدن مجسمه‌های بردهداران نشان می‌دهند. اما این حرکت مخالفانی هم دارد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. دو هفته اعتراض در سراسر جهان به کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، رویدادی که خطر جهانی کرونا را به حاشیه برد. اینجا پورتموث در ایالت ویرجینیا است. دیشب وقتی معترضان مجسمه ای را به خاک می‌کشند، حرکتی نمادین برای محو اثر بردهداران از خاطره جمعی. اینجا ظاهراً فردی زخمی می‌شود. آنها همه این خطرها را به جان خریدند، چه ابتلا به کرونا و چه ریسک‌های اینچنینی برای رسیدن به خواسته هایشان. خواسته ما اینه که نه بر اساس رنگ پوستمون که بنابر اعمالمون قضاوت بشیم. وقتی رنگ پوستت فرق داره مورد تبعیض قرار میگیری. ما به دنبال برابری هستیم. برابری در درآمد، آموزش، مسکن و معیشت. منتقدان اعتراض‌های اخیر در شرایط شیوع جهانی ویروس کرونا میگویند راه‌های امن‌تری برای طرح این خواسته‌ها وجود داشت، مثل این اعتراض خلاقانه مردم برزیل به دولت برای شیوه مدیریت بحران کرونا، یا اینجا در اسرائیل اعتراضی آنلاین علیه بنیامین نتانیاهو. معترضان اما میگویند اعتراض آنلاین نمیتوانست تا این حد اثرگذار باشد، تا جایی که در بریتانیا و بلژیک به مجسمه خاندان سلطنتی به خاطر تبعیض نژادی حمله شود. اینجا شهرداری شهر لیدز بریتانیا رنگ‌هایی را که به مجسمه ملکه ویکتوریا پرتاب شده پاک می‌کند. در شهر آنتورپ بلژیک هم مجسمه شاه لیوپولد دوم که خشم معترضان ابهت از آن برده پاک می‌شود. البته بعضی می‌گویند که راه‌های بهتری برای یادآوری دوران بردهداری وجود دارد و تخریب مجسمه‌های تاریخی تاریخ را پاک نخواهد کرد. من معتقدم سوای اینکه با تخریب مجسمه‌ها موافق باشیم یا نه، بهترین کار اینه که یک یادبود از استعمار زدایی در بروکسل برپا کنیم. به هر حال بروکسل هم پایتخت بلژیک، هم پایتخت اروپا. مهمه که اشتباهات گذشته رو به یاد بیاریم. روز گذشته پیکر جورج فلوید به خاک سپرده شد. همزمان از شدت و تندی اعتراض‌ها در سراسر جهان کم شد. اینجا در واشنگتن حصار جدید دور کاخ سفید پایین آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرد که کارزار انتخاباتی خود را در روز استقلال سیاه‌پوستان آمریکایی آغاز خواهد کرد. در بریتانیا مجسمه ادوارد کولستون، تاجر برده در قرن 17 که در بریستول به آب انداخته شده بود، از آب بیرون کشیده شد و بخشی از فریادها به سکوت و تأمل تبدیل شد. اما معلوم نیست زخم التیام نیافته کسانی که احساس می‌کنند به خاطر نژاد و رنگ پوست مورد تبعیض قرار دارند چه زمانی دوباره سرباز خواهد کرد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در همین حال در آمریکا هم اعتراضات اخیر بحث‌ها درباره تاریخ نژادپرستی در این کشور را زنده کرده. در این میان گزارش شده بود که وزیر دفاع می‌خواهد با تغییر نام چندین پایگاه نظامی موافقت کند که به اسم فرماندهان ارتش کنفدراسیون‌های ایالات جنوبی بوده. و هادی نیلی خبرنگارمون از مریلند با ماست. هادی، بیشتر بهمون در مورد این تصمیم بگو، این پایگاه‌های نظامی که به اسم فرماندهان موافق بردهداری بوده و الان میخواد عوض بشه و به نظر میاد که دونالد ترامپ هم مخالف این موضوعه. اینها فرماندهانی بودند که از طرف کنفدراسیون ایالات آمریکا که میشه ترجمه کرد به ایالات متحده آمریکا، در مقابل نیروهای ارتش ایالات متحده آمریکا ایستادند، جنگیدند
جنگی که پر تبعات ترین و پر هزینه ترین و پر تلفات ترین جنگ به نسبت جمعیت در تاریخ آمریکا بوده، جنگ داخلی آمریکا. ولی بعد از اینکه این ایالت‌ها در نهایت شکست رو پذیرفتند و به ایالات متحده آمریکا بازگشتند، صلح برقرار شد. این ایالت‌ها ایالت‌هایی بودند که علت اصلی جنگشون هم مخالفت با لغو برده‌داری بود. بعد از اینکه برگشتن، خیلی از این فرماندهانشون فرماندهان نیروهای نظامی آمریکا شدند و به همین خاطر بعضی ساکنان این ایالت‌ها، بعضی چهره‌های این ایالت‌ها معتقدند نام این فرماندهان صرفاً بابت دوره‌ای که در مقابل ارتش ایالات متحده ایستادن نبوده و بابت خدماتی بوده که بعد انجام دادن. ولی خب قابل کتمان نیست که این نام این افراد بیشتر از هر چیز یادآور دوره‌ای هست که این ایالت‌ها برای حفظ بردهداری و برخی مزیت‌های دیگری که تصور می‌کردند جلوی دولت ایالات متحده ایستادن. هادی، در این حال یک نهاد آمریکایی خانه آزادی هشدار داده در مورد نحوه برگزاری انتخابات درون حزبی در ایالت جورجیا، جایی که جمعیت عمدتاً سیاه‌پوست داره. آیا چنین چیزی سابقه داشته که یک نهاد حقوق بشری در مورد این موضوعات اظهار نظر بکنه به این شکل؟ کم سابقه است که یک نهاد آمریکایی که معمولاً مشغول کشورهای دیگره و در مورد اونها فعالیت میکنه اینجور در مورد انتخابات داخلی در آمریکا هشدار بده. البته در مورد انتخابات درون حزبی در ایالت ویسکانسین هم هشدار داده بودن، ولی در مورد ایالت جورجیا خیلی برجسته تر این هشدار، به خاطر اینکه این ایالت تعیین کننده ای هست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در میانه پاییز و خانه آزادی اینطور که هشدار داده گفته که اون چه که در انتخابات درون حزبی دو روز پیش در ایالت جورجیا اتفاق افتاد نشون میداد که برخی شهروندان به طور بالقوه از رأی دادن محروم شدن، اغلب هم در مناطق سیاه‌پوست نشین بوده، با تعطیلی بعضی حوزه‌های رأی گیری، با تغییر محلشون، با خرابی برخی ماشین‌های رأی گیری باعث شد عملاً ساعت‌های طولانی افرادی در صف بایستن و خیلیشون هم در نهایت فرصت نکردن، اجازه پیدا نکردن رأی بدن. این از این بابت هست که خیلی مورد توجه قرار گرفته. متشکرم از تو هادی نیوی در میلند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی اتهام حمایت دستگاه اطلاعاتی سعودی از فعالیت گروه عرب جدایی طلب در ایران که تروریستی خوانده شده، دانمارک سفیر عربستان را احضار کرد. 5 ماه بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در تهران، ایران میگوید حاضر است جعبه‌های سیاه را به فرانسه بفرستد. در ادامه برنامه، تصویب قانون جنجالی مسلح شدن نگهبانان در ترکیه. یک فرمانده نظامی ارشد آمریکا گفته گروه طالبان هنوز شرایط لازم برای کامل کردن برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را فراهم نکرده. ژنرال کنت مکنزی که بر نیروهای آمریکایی در افغانستان نظارت دارد گفته خروج آنها به شرایط بستگی دارد. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته دولت در حال کار کردن درباره زمان و مکان آغاز مذاکرات بین الافغانی با طالبان است. روین رهنوش خبرنگارمون در کابل با ماست. اگه با روند صلح شروع کنیم که یکی از این پیش شرط های آمریکا هستین، چقدر این مذاکرات پیشرفت داشته روین؟ در یک هفته اخیر چند تا مورد مهم برای صلح افغانستان اتفاق افتاده. سفر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و اسلام آباد و گفتگو با مقام های پاکستانی در همین مورد، دیدارش با نماینده های طالبان، سفر با جنرال قمر جاوید باجوه رئیس استاد ارتش پاکستان به کابل و دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و دیدار دیروز آقای غنی با زلمه خلیلزاد. امروز صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت گام‌هایی که در رابطه با روند صلح برداشته شده نتایج خوبی را بعد دنبال داشته. او گفت که دولت افغانستان در انتظار گام‌های بعدی هست. آقای صدیقی همینطور گفت که آمدن جنرال قمر جاوید باجوه رئیس استاد ارتش پاکستان به کابل در شرایط فعلی برای صلح افغانستان امیدوار کننده هست. او گفت که آقای باجوه این بار با یک پیام واضح به افغانستان آمده بود، اینکه پاکستان از روند صلح افغانستان حمایت میکنه و آمادگی داره که در این روند افغانستان را همکاری بکنه. آقای صدیقی گفت که رئیس جمهوری با آقای خلیلزاد هم در موارد مختلف از جمله آغاز
زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی که هنوز مشخص نیست هم صحبت کرده و آقای صدیقی گفت که گروه طالبان هم باید این آتش بس اعلام نشده را ادامه بدن تا اینکه دولت هم زندانیان این گروه را آزاد بکنه. رهایی زندانیان طالبان یکی از موارد اون توافقنامه آمریکا و طالبان هست که باید 5000 رها شوند، اما تا به حال 3000 نفر رها شده. همینطور آقای صدیقی گفت که دولت افغانستان منتظر آغاز مذاکرات بین الافغانی است. متشکرم از تو روین رهنوش در کابل. مرگ یک کارگر در میدان نفتی هویزه در استان خوزستان ایران بحث انگیز شده. جسد حلق‌آویز شده او در محل کارش پیدا شد. همکارانش میگویند این کارگر به خاطر تنگی‌های مالی خودکشی کرد. جزئیات ماجرا در گزارش علی همدانی. کشف جسد کارگر 33 ساله که خود را در محل کارش میدان نفتی یادآوران هویزه در غرب استان خوزستان دار زد. انا لله و انا الیه راجعون. عمران محمدی روشن که به گفته خبرگزاری های ایران کارگر شرکت پیمانکار امور نگهبانی و حفاظت این میدان نفتی بود، شرکت نظم‌آفرینان ایمان. یکی از همکاران آقای محمدی روشن به خبرگزاری ایلنا گفته که عمران به دلیل فشار اقتصادی و نداشتن پول برای خرید مایحتاج زندگی درخواست 500,000 تومان مساعده کرده بود، اما هیچ پولی دریافت نکرد. کارگر دیگری هم به خبرگزاری ایلنا گفته پس از سالها کار برای این شرکت مدیران از کارگران خواستند که قراردادی 6 ماهه امضا کنند که یک برگه آن سفید بوده. نیمی از کارگران هم از ترس بیکار شدن قرارداد را امضا کردند. سرپرست اداره کار هویزه تاکید کرده که بندهای این قرارداد اشکال داشته و از نظر این اداره اعتبار ندارد. فشار مضاعف بر کارگران در اوج بحران کرونا در استان خوزستان که با موج دوم بیماری دست و پنجه نرم می‌کند و در اوج بحران اقتصادی ایران، ایران از نفت خیزترین کشورهای جهان قادر به فروش نفتش نیست. روایت مدیرعامل شرکتی که عمران محمدی روشن برایش کار می‌کرده اما متناقض با روایت همکاران او. همه را تکذیب کرده. روزنامه مردم سالاری با انتشار مدارکی که شرکت نظم‌آفرینان ایمان منتشر کرده نوشته که قرارداد این کارگر شب عید 29 اسفند تمدید نشده. محمد حجازی مدیرعامل این شرکت دلیلش را مشکلات شخصی او عنوان کرده و گفته که او در مؤسسه‌ای تحت درمان قرار گرفته. به گفته او عمران محمدی روشن در ماه اردیبهشت به سر کار بازگشته و حقوقش باید در نیمه خرداد پرداخت می‌شد و تنها 6 روز به تعویق افتاده بود. اگر حرفای مدیرعامل این شرکت درست باشد، عمران محمدی روشن از پایان اسفند تا حالا سومین هفته خرداد ماه درآمدی نداشته. آقای حجازی گفته شرکتش طرف قرارداد شرکت چینی سینوپک بوده و از آبان ماه سال گذشته از آن پولی دریافت نکرده. مدیرعامل این شرکت گفته مسئولان شرکت سینوپک از آبان ماه به خاطر کرونا به چین برگشتند و به نظم‌آفرینان پولی ندادند. خبر خودکشی این کارگر با واکنش گسترده در فضای مجازی مواجه شده. مثل سر برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده. من ازش میخوام کل لوازمانو به نام من بکن میکنه. بعضی از کاربران این خودکشی را در کنار این انتظارات اکبر طبری معاون اجرایی دفتر رئیس پیشین قوه قضاییه گذاشتند و طعنه زدند که کاش عمران محمدی روشن هم دوستانی مانند دوستان آقای طبری داشت. علی همدانی، BBC. دانشگاه علوم پزشکی اهواز به دستور وزارت بهداشت دیگر آمار کرونا در این استان را اعلام نمی کند. این دانشگاه گفته قرار شده از امروز اعلام آمار روزانه کرونا در استانها تنها از طریق شورای عالی اطلاع رسانی وزارت بهداشت باشد. این در حالی است که مدت هاست سخنگوی وزارت بهداشت آمار مبتلایان و جان باختگان بر اثر کرونا را به تفکیک استانها اعلام نمی کند. وزارت بهداشت می گوید وضعیت استان خوزستان از نظر شیوع کرونا همچنان قرمز است. نگهبانان محله ها در ترکیه مسلح می شوند. مجلس ترکیه قانونی تصویب کرده که به نگهبانان محله اجازه کاربرد سلاح و توسل به زور می دهد. آنها می توانند افراد را مجبور به ارائه مدارک هویتی و حتی بازداشت کنند. افزایش قدرت نگهبانان محله ها اعتراض احزاب مخالف را در ترکیه به همراه داشته که انگیزه های سیاسی پشت آن می بینند. مرداد فرهمند گزارش می دهد. به اینها در ترکیه بکچی می گویند.
به معنای مواظب و مراقب و کسی که کشیک میکشد. همان کشیکچی که در گذشته‌های نچندان دوری در ایران معمولاً مرد تنهای شب بود با چماقی به دست، گاهی سگی به همراه که بعضی وقتا داد یا سوتی هم میزد که خبر دهد محله در امن و امان است. در ترکیه از 54 سال پیش کشیکچی‌ها یا همان بکچی‌های خودشان را ساماندهی کردند. یونیفرم به تنشان پوشاندند، به جای چماق باتون دستشان دادند. اختیاراتشان هم مثل کشیکچی‌ها محدود بود، نه در حد پلیس. بیشتر نگهبان شب بودند. نمی‌توانستند کسی را مجبور به ارائه برگ شناسایی کنند، نمی‌توانستند کسی را دستگیر کنند. گاهی که از حدود اختیاراتشان پا فراتر می‌گذاشتند، با مقاومت و درگیری مردم روبرو می‌شدند. اما حالا دیگر اوضاع فرق کرده. بکچی‌ها تفاوت چندانی با پلیس ندارند. مجلس ترکیه در نخستین نشست پس از شل کردن قرنطینه به قانون افزایش قدرت بکچی‌ها پرداخت. نه دیور؟ وی کانت برید دیور. نفس آلامیوروز دیور. جورج فلوید. نمایندگان مخالف شدت عمل پلیس را در آمریکا یادآور شدند و کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس را که چه جنجالی آفرید. سادیجه آمریکا دم اولیور. هایر. هشدار دادند که بکچی ها هم از این کارها ممکن است بکنند. آتشم یافتم. از دید مخالفان ائتلاف ملی مذهبی حاکم بر ترکیه، بکچی ها قرار است نیروی سرکوبگر تازه‌ای باشند در دست حاکمان. حالا دیگر بکچی ها قرار است شمارشان افزایش یابد. سلاح به دست بگیرند، زور به کار ببرند، دستگیر کنند. درست مثل پلیس. یک کارکرد دیگر هم دارند. مرهمی کم هزینه بر زخم بیکاری اند. عده زیادی در سراسر کشور می توانند کاری با دستمزد پایین پیدا کنند. خیلی از متقاضیان این کار لیسانسیه ها و فوق لیسانسیه های بیکارند. بکچی ها کار پلیس را هم راحت می کنند. اول اینها را جلو می فرستند. تا به حال هم بارها پیش آمده که بکچی ها بودند که چاقو یا گلوله خورده اند. همچنین بارها پیش آمده که بکچی ها بودند که با مردم کوچه و خیابان درگیر شدند. شکستن کاسه کوزه ها بر سر آنها هم به نفع پلیس است. در همین روزگار کرونا بیشتر همین بکچی ها بودند که اعمال مقررات قرنطینه و حفظ فاصله را به عهده داشتند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. رسیم پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.